همه اپوزیسیون ها از ریستارتی ها ناراحتن، زیرا که قوانینی که در این برنامه تقدیم شما می شود یا در جهان نیست یا سانسور شده است. قانون اساسی تصوف، چیزی که اپوزیسیون ها نمی خواهند تو بفهمی، چون اگر بفهمی همه چیز عوض می شود. راه نجات شما این است که بدانید هیچ قانون اساسی در آینده ایران بدون حضور ریستارتی ها امکان پذیر نیست. 22 قانون اساسی مهم تقدیم شما خواهد شد. قانون اساسی که جهان بعضی از کشورهاش 500 سال دیگر به آن میرسند. ملتی که لیاقت ریستارت را داشته باشد، لیاقت قانون اساسی تصوف کورش صوفی بزرگ را دارند و لیاقت امپراتوری تصوف را هم خواهند داشت. خوش آمدید به 74 برنامه چالش قانون اساسی. چون زمستان پنجمین بگذشت، ششمین خوش بهار میبینم. غم مخور زان که من در این تشویش، خرمی وصل یار میبینم. پادشاهی تمام دانایی، سروری با وقار میبینم. هر کجا رو نهد به فضل الله، دشمنش خاکسار میبینم. شاه نعمت الله ولی امپراتوری تصوف رو اعلام کرده بوده و دانایی یعنی همون نگرشی که عرفان و تصوف است، یعنی قوانین اساسی، یعنی مقننه رو تصوف میچینه. به همین سادگی. این که بعضی ها ناراحتن، بعضی ها عصبانی هن، بعضی اصلا منطقیه. یعنی همین الان اگر جمهوری اسلامی، اون دفعه بهتون گفتم حرفایی رو که ما میزنیم، یعنی قوانین اساسی که ما میگیم اوکی کنه، شما آلردی موفق میشید و گرگ هایی که به حکومت رسیده باشن یا به پستی رسیده باشن مجبورن پستشون رو خالی کنن. و شهرسازی رو در شب بخیرنامه گذشته توضیح دادیم و همه اینا رو گفتیم، یعنی بعد شب بخیرنامه رو گوش کن. حالا تو این برنامه من بعضی چیزها رو خدمت شما خواهم گفت که همه توی یک برنامه به نوعی در چالش قانون اساسی جمع شده باشه. تا حدودی قسمت یکش، 2-3-4-5 تا قسمت چالش قانون اساسی طول میکشه. اپوزیسیون ها مشکلشون با ما چیه واقعا؟ دو تا مشکل، سه تا مشکل اساسی با ما دارن. نمبر وان، اینا اصلا باورشون نمیشده بعد از 700 سال یه برنامه بیاد و ملت ایرانو بریزه به هم. این یکی از مشکلاتشونه. یعنی شب خوابیدن، صبح پشدن، یهو یک اپوزیسیون شده میلیونی. خب همه ناراحتن. یعنی جمهوری اسلامی فقط ناراحت نیست، اپوزیسیون های خارج کشور هم ناراحتن.
ببین اگر اختلاف اپوزیسیون ها قبلا بین 40 30 40 50 هزار نفر اختلاف داشته، یعنی یه اپوزیسیون بوده 40 هزار تا آدم داشته، یه اپوزیسیون بوده 50 هزار تا، یکی 100 هزار تا، حالا یک اپوزیسیون اومده میلیون ها میلیون اختلاف داره، خب این معلومه که به این قطار در حال حرکت باید سنگ بندازن، این بچه‌ها باید حمله کنن. 5 ماه 4 ماه پیش به ما حمله شده از طرف سلطنت طلب ها، رسما حمله شده، رسما همه میدونن که من و تو دو گروه رو پروموت کرده، نمبر 1 سلطنت طلبان، نمبر 2 اصلاح طلبا. اصلا همه میدونن، الان میدونن که آقا روحانی رو تبلیغ کرده، سلطنت طلبان هم تبلیغ کرده. حذف ویدئوی من از من و تویی که طرفدار سلطنت طلبا و اصلاح طلباست مرا به جنگ با این دو گروه واداشته بود و ما گوش نکردیم، یعنی گذشت کردیم. این کاری کرده بودن، شما چرا توجه نمی کنی؟ 3 ماه دارن فوش میدن اپوزیسیون هایی که منصوبم به سلطنت طلبا. خیلی برای من جالبه و بهشونم گفتیم چند بار، یه بار، دو بار، سه بار، یه برنامه چند دقیقه‌ای ما تو شب بخیر ایران، نه تازه تو ریستارت، تازه من فراخوان ندادم، تازه اصلا اعلام نکردم، اعلام حمله نکردم. این 40-50 هزار تا کامنتی که در یکی از صفحات مجازی آقای رضا پهلوی رفته، فراخوان ما نبوده، خودجوش ریختن اونجو. 50 هزار کامنت توی فقط توی یکی از صفحات مجازیش زیر یکی از پستاش 20 هزار تا مثلا کامنت. ما فراخوان ندادیم، ما اصلا با کسی دعوا واقعا نداریم، ما میخوام یک بار بعد از 700 سال ملت رو نجات بدیم. شما میگید چی؟ شما میگید نه، تو حق نداری حقوق مردم رو بهشون بگی، این مردم اگر حقوقشون رو بفهمن من از کجا پول بیارم بخورم، چجوری پول بدم انگلیس، چجوری پول بدم فرانسه، چجوری پول بدم آلمان. اصلا فرق بین جهان اول و جهان دوم در خرد هموطن عزیز، جهان اول و جهان دوم فرقشون تو خرده، یعنی جهان اول تازه نسبت تصوف کوچولو ان، یعنی 1 میلیونیوم تصوفن. تو جهان اول مردمش حقوقشون رو فهمیدن، حکومت که میاد نمیتونه زیاد دزدی کنه، به همین خاطر میلیاردها دلار میدزدن. مثلا در آلمان میلیاردها دلار میدزدن، نمیتونن میلیاردها میلیارد دلار بدزدن. تو ایران میلیاردها میلیارد دلار میدزدن. یک مثال برای شما ساده زدم و اون این بود که گفتم 8 سال ما جنگیدیم، میلیاردها دلار هزینه این مملکت شده، مالیات هم جمهوری اسلامی نگرفته، خیلی کارا رو نکرده، هر کدوم میلیارد دزدیدن که شما گندش رو میبینی. حالا انگلیس و روسیه و کشورهای بزرگوار میخوان محبت کنن، جمهوری اسلامی رو ببرن، مهره خودشون رو بذارن، سکولار رو تبلیغ کنن، از تو مالیات بگیرن. یعنی نه جنگی هست که میلیاردها دلار هزینه کنیم، پلاس بر آن، اضافه بر آن، ما باید مالیات هم بدیم. پس این اپوزیسیون ها دنبال اینن که بتونن دوباره به انگلیس، فرانسه، آلمان و کشورهای دیگه، روس‌ها خصوصا 45% بودجه، بیشتر از 45% بودجه من و تو از روس‌ها تامین داره میشه. نمیدونی بدون من هنوز که چی نگفتم، من واقعا اصلا حمله نکردیم، ما احترام گذاشتیم، به همه هم احترام میذاریم. ما یه سری قوانین اساسی هست و سوال میکنیم از اپوزیسیون ها. سوالمون اینه آیا این 22 قانون اساسی امپراتوری تصوف رو قبول داری یا نه؟ این 22 تا قانون قانونیه که مردم مجبورن قبول کنن به خاطر اینکه با خرد و دانش، و بعد در جهان نیست همچین قوانینی که مردم قبول نکنن. اینو قبول دارید یا نه؟ و همین خاطر چالش قانون اساسی شروع میشه، یعنی بچهای ریستارت، نیروی هوایی صفحات مجازی ما حمله خواهند کرد به اپوزیسیون ها و زیرشون می نویسن این قوانین امپراتوری تصوف قبول داری یا نداری. آلردی ما 30 میلیونیم و آلردی تصویب شده از قانون های ما. حالا ما اینقدر بزرگواری میگیم شما هم بیاین همه قانون اساسیاتون رو بنویسین بذارید، یه خورده توضیح بدید به مردم، بیاییم راجع به قوانین اساسی برای مردم حرف بزنیم. سال 57 نشه یهو برین کشور رو بگیریم 4-5 تا همدیگر رو بکشین و 4 تا شاسکول بیان بالان مملکت رو بگیرن دزدی شروع شه.
مردم رو بیدار کنیم و آگاه کنیم. خب الان شبکه‌های مطرح ما داره چیکار میکنه؟ مردم رو داره آگاه میکنه، داره سریال پخش میکنه، یا داره مثلا من و تو داره سلطنت طلبا رو تبلیغ میکنه، اصلاح طلبا رو، یعنی یا نظام رو نگر میداره یا نظام و ورداش یک کرواتی میخواد بذاره سر جاش. شبکه جم چیکار داره میکنه؟ شبکه جم داره سریال پخش میکنه، بوست به چشم، چشت به گوشم، همش همینه. شبکه های لس آنجلسی هم که دیگه ویو ندارن، شنونده و بیننده ندارن. داخل نظام هم که داره رسما اعلام میکنه که عرضم حضور شما که باید حفظ نظام کنیم، وحدت کنیم برای حفظ نظام. اصلا کدوم شبکه داره به تو آگاهی میده، به مردم آگاهی میده؟ آگاهی این نیست که بیایم حرف بزنیم شعار بدیم، آگاهی یعنی این که به مردم بگیم حقوق شما چیه، اصلا حق شما چیه. آگاهی یعنی کاری کنیم که حکومت آینده ایران نتونه دزدی کنه. بعدش هم بهتون روز گفتم هیچ اپوزیسیونی که هیچی، هیچ کشوری که هیچی، اصلا شما قوانین کوروش ندارین که یعنی لوح منشور کوروش رو انداختین چپ و راست میچرخونین برای خودتون این بزغاله، فکر کنین چیزی میفهمین. بزغاله، اصل کوروش داره توی ریستارت پخش میشه. قانون اساسی ریستارت یعنی کوروش، اصلا ما قوانین اون مال کوروشه، فقط آداپته شده از نگرش تصوف و عرفان به دنیای امروز. کدوم قانون؟ چهار خط پیدا کردی اینقدر حوار میکشی؟ اگر ریستارت رو بفهمی چی کار میکنی؟ کوروش یعنی ریستارت، یعنی صوفی بزرگ. قوانین تصوف پیاده شده. به همین خاطر ما به اپوزیسیون ها میگیم آقا ما 22 تا قانون اساسی داریم و کار من اینه که مردم این قانون رو توضیح بدم، تو ناراحت نباش، من قراره به مردم ایران حقوقشون رو توضیح بدم. و دو، هر قانون اساسی که تو بنویسی خط به خطشو برای مردم توضیح میدم، میفهمی؟ خط به خطشو، یعنی میگم منظور این نویسنده اینی که اینجا از این زاویه به تو بتپاند ملت ایران، منظور اون نویسنده اینی که اینجوری بتواند در صراط المستقیم به تو بتپاند. کار من اینه. ناراحت میشی؟ ناراحت نمیشی؟ جیغ بزنی؟ جیغ نزنی؟ بخوای یا نخوای؟ امپراتور تصوف داره میاد، این اعلام شد، همینطور که گفتیم رژیم میره، میره. شما که امیدی به تغییر رژیم نداشتین، 39 ساله که نمیدونم چی دارین چال میکنین، شوخی نکن، هیچی نداشتین شما، هیچی. حالا هم ازتون خواهش میکنیم، با هیچ که ما واقعا دعوا نداریم و الان حدود 3-4 ماهه که صفحات منصور با آقای رضای پهلوی به ما حمله کرده. ما چندین بار گفتیم فوشهای بد، فوشهای پایین تنه، رکیک، اصلا عجیبه این تا چه طرف داراین، من نمیدونم به خدا. خیلی از ریستارتی ها از اون صفحه اصلا اومدن بیرون، گفتن مثلا خانم بوده گفته آقای حسین ما رفتیم اونجا فوشهای اصلا انقدر چیپ تفکر. صفحاتی هم که این مطالبو میزنن همه دارن یا از احمد کجروانی صحبت میکنن یا فوش رکیک به مولوی و سعدی و حافظ میدن، یا به عربای ایرانی فوشای ناموسی و پایین تنه میدن، یا فوشای رکیک به کردها. هر وقتم فرصت میکنن به حزب کارگری، به این چون درگیرن میگه اینا فوشای رکیک، فوشای رکیک. اصلا من تشکر میکنم بچهای ریاست که چقدر مؤدبید و چقدر تحمل داشتید و چقدر با شعور و فهم هستید. شما صفحات مجازیتون رو نمیتونین کنترل کنین، چجوری کشور رو میخواین کنترل کنین؟ هرچند کشور دست شماها نمیتونه بیفته، اگر قرار بود بیفته ریستارت رو خوشکله برای مردم پخش نمیکرد. اصلا داستان از این فراتره. امپراتوری تصوف 7 تا حزب وجود خواهد داشت و خیلی از سلطنت طلب ها که ریستارتی شدن از من خواهش کردن که یه هفته دیگه ما فرصت بدیم. ما یه هفته دیگه به مهلت آقای رضای پهلوی عزیزمون اضافه میکنیم. ریستارتی ها که واقعا 85%شون میگن آقا اینقدر شما میلیونی هستین، شما اصلا نباید با اپوزیسیون جلسه بزنی، حرف بزنی، اصلا شما برای چی تحویل میگید اپوزیسیون رو؟ واقعا اینا جدی دارم میگم. ولی به احترام اون سلطنت طلب های ریستارتی که ریستارتی شدن و خواهش کردن، من یک هفته دیگه مهلت میدم و
هیچ کاری نمیکنم. آقای رضای پهلوی، من دست شما رو میبوسم، برای اتحاد خواهش میکنم تشریف بیارین، قدمتون رو چه شما بذارید. این 30 میلیون ریستارتی، این خرد جمعی در اختیار شما هم قرار بگیره به عنوان یکی از 7 اپوزیسیون و کمک کنیم به هم تا دیکتاتوری رو از اون مملکت برداریم. من دست شما رو میبوسم به خاطر این سلطنت طلبهای ریستارتی. یه هفته دیگه به شما فرصت میدیم و ازتون خواهش میکنیم که بپیوندید و ناراحت هم نشو. حالا توی یه خانواده الان ممکنه یکی از برادرای من آدم خوبی نباشه، ناراحتی نداره. شما باید بین پدر بزرگت و پدرت خودت انتخاب کنی عزیز من. پدر بزرگ شما تصوفی بوده، اصلا سلطنت به یک بچه دهاتی صادق ساده رسید توسط تصوف و عرفان. ما در برنامه همون توضیح دیم، اصلا سلطنت خانواده پهلوی رو همین برنامه ریستارت در اون تاریخ بهشون داد. پس برای ریستارت فرق نمیکنه که هر کی رو بخواد یه شبه شاهش میکنه، یه شبه مملکت رو عوض میکنه، هر کاری بخواد میکنه. شما، ما از شما خواهش کردیم شما بین پدر بزرگت که تصوفیه و مولوی و سعدی رو میفهمه و دوست داره، و یا پدرتون که شعرهای شاه نعمت الله ولی رو در دورانش سانسور کرد، به مولوی و سعدی حمله کرد، کدوم انتخاب میکنید؟ انتخابی که ما از شما خواهش کردیم که این سوالو پاسخ بدید و حفره رفتید. من یه سوال دیگه هم قبلش کرده بودم راجع به حزب شیمبلو بلو، که آقا این حزب شیمبلو بلو حتی فراخواناش اسم شما رو میاره و ازتون خواهش میکنم که بگید اصلا با همید با هم نیستید، و شما اون سوالم پاسخ ندادید. افتادگی بچهای ریستارت و نگرش عرفان و تصوفشون همینقدر بس که قوی ترین و بزرگترین و مؤدب ترین و فهیم ترین اپوزیسیون تاریخ ایران هم با این جمعیت، اما همشون با افتادگی این سوالها رو در کمال احترام میپرسن. حالا این یه هفته هم صبر میکنیم برای اینکه طرفدارهای ایشون هم بدونن موضوع چه خبره. پس این هفته هم دوباره من سکوت میکنم، هفته دیگه تا ساعت 12 شب جمعه فرصت برای اینکه اعلام کنن که من هم بدونم شنبه برنامه محمد رضا شاه پهلوی رو برم یا نرم. مرسی که به حال این برنامه رو گوش کردیم و بدونید که ما واقعا دنبال اتحادیم. خیلی راحت و خیلی مختصر و مفید عرض کردم خدمت. اما قوانینی که ما میگیم و مردم جهان بهش نرسیدن، مردم نگفتم، حکومت ها بعضی از این قوانین رو فهمیدن در طول تاریخ. چرا؟ بخاطر اینکه شاه اسماعیل یکم صفوی یه سریشو انجام داده، یه سریشو کوروش انجام داده. شما نیا کنید یه دونه کوروش یه دونه مطلب نوشته، دست به دست در جهان میگرده. اون یه روزم به شما گفتم قانون اساسی آمریکا حدوداً میشه گفتش که از روی چند تا قانون اساسی تصوفی ما نوشته شده، یعنی مربوط به برنامه ریستارت و عرفان و تصوفه. به همین خاطرم با دنیا متفاوته. اما اپوزیسیون هایی که میخواهن در آینده ایران حرکت سیاسی کنن، چند تا قانون در تصوف و عرفان وجود داره که نمیتونن اینو قبول نکنن. وقتی رأی مردمی روش میفته، الان 30 میلیونن، من قول میدم که 60 میلیون هم اینو خواهن گفت، یعنی ما واسه بالای 90% طرفدار این مطلب هستن. اینو باید انجام بشه. گفتیم، عرض کردیم خدمت شما که داشتن شمشیر و اسب در تمام دوره‌های تصوفی آزاد بوده، یعنی سلاحی که دست مردم باشه. آیا اپوزیسیون‌ها با آزاد شدن خرید و فروش اسلحه در کشور موافقید یا نیستید؟ و به مردم توضیح دادیم خرید این اسلحه برای اینه که استبداد و دیکتاتوری اگر خواست تو کشور به وجود بیاد، همه مردم اسلحه داشته باشن، جنگ مردم باشه، نه اینکه الان بیان بیافتیم رو پای کشورهایی مثل انگلستان که طور خدا به ما اسلحه بده یا طور خدا بیا رژیم رو عوض کن. اونم میگه حسینی اپوزیسیون یه سات بذار کنار، ما یه کرواتی میذاریم چشم. همه مردم ایران باید اسلحه بخرن. این اسلحه قانونه، جزء 22 قانون اصلی اساسی تصوف و عرفان. همه مردم هم اینو میفهمن که اگر اسلحه داشتن نمیتونستی اینطوری زنشو ببری بهش تجاوز کنی. یک بچه بسیجی 15 ساله 20 ساله نمیتونست بزنه تو سر یک مرد 40 ساله فهیم. اسلحه آزاده. اینو میفهمی یا نمیفهمی؟
و من آزادش میکنم اونجا و مردم توضیح میدم خط به خط. این یکی از قوانین تصوف. در برنامه‌های قبل توضیح دادم که ببینید آقای مثلا محمد رضا شاه پهلوی عکسشو اینشون گفتم میگم عکسشو میذاشت تو صفحات کتاب اول تا آخر، همه عکس خودشو مثلا خانومشو و همین آقای رضا پهلوی رو تو صفحات اول کتاب میذاشتن. حالا بعضی از این سلطنت‌ها با مسیج زدن که آقا آموزش و پرورش این کاری کرد، هیچ ملخی باردار نمیشد اون موقع مگر ساواک در جریان بود و رضا محمد رضا پهلوی، وقت چطوری حالا آموزش پرورش چیزی داده بیرون؟ واقعا هیچ ملخی باردار نمیشد، این همه میدونن. نه، چی کار داره میکنه؟ این سیاسته. یک قانون اساسی دیگری در تصوف هست که این قانونه، بچه زیر 18 سال ورودش به هر گونه حزب سیاسی و مذهبی ممنوعه. قانونه، این در آینده قانونه. یعنی چی؟ یعنی یک بچه زیر 18 سال نمیتونه وارد حزب سیاسی شه. ببین هر کدوم از این قوانین چند تا تبصره داره. یعنی چی؟ یعنی اول دبستان اینا نداره، هیچ مدرسه حق زدن عکس هیچکی رو کتابش نداره، هیچ عکسی از رئیس جمهوری سیاستمداری در مدارس نمیتونه زدش تو دفتر تو راه رو، عکس هیچ گونه امامی پیغمبری جیززی صلیبی تو مدرسه نمیتونه زده شه، فروهری نمیتونه زده شه. این قانونی که زیر 18 سال نمیتواند وارد حزب سیاسی یا حزب مذهبی بشود، یعنی وارد دین کننش، این قانونه و وارد حزب بیدینی هیچ فرقی نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی شیطان پرستا اگر یک بچه زیر 18 سال وارد مکان شیطان پرستی کردن میگیریمشون. اصلا سکولار میگه جدایی دین از سیاست، ما میگیم جدایی دین بیدینی از سیاست و جدایی سیاست مدارم از هم. یعنی یه شوهرننه داشتیم به نام جمهوری اسلامی، الان شده دو تا شوهرننه. اون شوهرننه دوم اینه که بی خداها میخوان بیان ترتیب ملت ایرانه بدن. و این قانون فکر نکن مال الانه، همیشه بیدینی دین تولید میکنه، دین بیدینی تولید میکنه. یعنی جمهوری اسلامی وقتی تو رو میزنه شلاق، نه از بخوان روزه بگیر فاش الکی الکی این کارم سیاستش انجام میده، تو میری سمت اونایی که میگن کومبرنه شو فاش خارمدر میدن به دین. پس تو آلردی از این حزب افتادی تو آمن اون حزب، خودت گرمی حالیت نیست، جفتشون رو هوا. پس آینده شما نمیتونید بچه رو وارد حزب سیاسی کنید، عکس هیچ کس نمیتونه تو مدارس باشه. الان تو نیا کن جمهوری اسلامی بچه ها رو از سن 14-15 سالگی و 10 سالگی میبره وارد بسیج میکنه، ما همچین چیزی نمیتونیم داشته باشیم. شما در مثلا قدیم میگفتن که مثلا نمیدونم کار و دانش یا گروهایی به وجود میآوردن که مثلا میرفتن مثلا کمپین و بچرخن و این حرفا، اون وقت اونجا تبلیغ سلطنت میشد، مثلا نمیتونم چنین کاری بکنی. این عکس اثر میذاره. یه بچه 5 ساله، یه بچه 7 ساله، یه بچه 8 ساله وقتی توی مثلا سپاه دانش مثلا عکس شاهو ببینه، این آلردی داری میفهمونی که ببین پشت سر این حرف زنی پدرت در میارم. ظلم و ستم از اونجا شروع میشه. شما وقتی وارد مدرسه میشی به بچه میگی دینت باید این باشه، یعنی آلردی بچه رو نابود کرد، چون بچه تو اون سن نمیفهمه اصلا. ما قوانین زیر 18 سالمون خیلی مهمه. پس حزب سیاسی نمیتونه بچه رو وارد کنه توی جایی، حکومت نمیتونه این کارو بکنه، بچه فقط مال کشوره با حفظ احترام به پدر و مادر، مال کشوره. حالا 50 تا تبصره زیر این قانون اساسی تصوف هست. خب جای جهان الان اینجوری نیست که زیر 18 ساله حق نداره که از نامش شما که وارد مسجد بشه. ما اینجا اینجوریه، وارد مسجد، کلیسا، شیطان پرستی، هیچ جایی که بوی ایدئولوژی بیاد، شیطان پرست یعنی ایدئولوژی، کمپین لخ میشیم تو خیابون. نمیتونه بچه زیر 18 ساله لخ شه تو خیابون، شوخی نکن، اینا همه شوخیه. من اینجا فمینیستم، من نمیدونم اونجا چیچیم، من فلان، اصلا این شوخی‌ها رو بذار کنار. هر گونه ورود به مغز هر بچه زیر 18 سال اجازه میخواد.
و قوانین دیگه هم توش داره. بچه زیر 18 سال و بالاتر از 18 سال نمیتونه باش دوست پسر دوست دختر شه در آینده. یعنی 16-17 سال ها فقط با هم میتونن برن سینما و اینا. اینجوری نیست که یه مرد مثلا ماشین داره اینا بیاد مخه دختر 16 ساله رو بزنه ببرش بچه دارشه، بعد بچه عقلش نمیرسه این انتخاب کرده حالا مجبور ادامه بده، یا یعنی اینکه ولش کنه بره خراب شه. دوست پسر دوست دختری دست همو بگیرن تو خیابون تو سینما، دختر پسرهای زیر 18 سال فقط میتونن با هم مهمونی و پارتی و گردش و تفریح و مثل دوست پسر دوست دختر بشن. یعنی یک مرد 18 ساله به بالا نمیتونه با یه دختر 17 ساله دیگه دوست شه. دختر یا پسری رسید 18 سال حالا میتونه بره با یک مرد 99 ساله دوست شه. به ما ربطی نداره. اینو دونه دونه نوشته میشه. یعنی خانواده وقتی بچه‌شو میفرسته بیرون باید خیالش راحت بشه که هیچ نهادی، هیچ مغازه‌ای، هیچ آدمی به بچه‌ش سیگار نمیفروشه. به بچه‌ش مشروب نمیده بخوره. هیچ مردی نمیتونه که با پول و پست و مقام و کلک و اینا بیا دختر 17 ساله رو ببره. این آرامش پیدا میکنه، خیالش راحته در جامعه. میرسه به 18 سال حالا دوست داره بره با هر کی دلش میخواد دوست شه. اینو قوانین نوشته شده است، اینا همش باید انجام شه. و تو خیابون اگه یه مرد 30 ساله رو ببینیم با یه دختر 17 ساله میگیریمش، مرد 19 ساله به دختر 17 ساله میگیریمش. هیچ شوخی نریم. زیر 18 سال نمیتونه. بچه ها زیر کلاس پنجم دبستان به پایین تمام مسائل سکس تا قبل از بلوغشون بهشون گفته میشه. یعنی پنجم دبستان تمومه. تا پنجم همه چی باید توضیح داده شه برای بچه، چون بچه تو اون موقع باید بدونه که اگه امشب رفت خونه پسرخالش خوابید، پسرخالش یه کاری خواست بکنه بفهمه، به مادرش بگه، توضیح بده. مسائل جنسی رو زیر کلاس پنجم دبستان به قول خودمون باید انجام بشه. همه باید بدونه. اصلا تا پنجم ما امتحان نداریم، امتحان حذف میشه کلن. تا پنجم، اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم دبستان که حالا میخوان آموزش پرورش خود تغییر خواهد کرد، تا پنجم ما امتحان نداریم بچه رو امتحان بدیم. همه بچه ها باید با دل جون بیان. تفریح بچه باید یاد بگیره زندگی آینده رو، آموزش ببینه اونجا. استرس بدیم، حالا باید بلند شی، حالا بچه افسره باید بیاد، خوندی یا نخوندی، کتاب اصلا نمیذاریم اصلا ببرتون از خونهش. این حالتی دارن به یکی دوتا کشور انجام میدن، چند تا کشور کتاب ببره تو خونه. بچه تو خونه اصلا حق درس خوندن نره. بچه وارد خونه میشه، وارد خانواده میشه، سیستم آزادی داره. درس فقط تو مدرسه است. هدف درس یادگیری بچه است، نه تنبیه بچه. عقدش نمی کنیم. عقده نباید تو بچه بشه. بچه از مدرسه فراری شه. بچه تو مدرسه فکر کنه که الان داره میره امتحان میده. خانواده استرس، مادر استرس. قوز بالا قوز. یعنی مدرسه میاد قوز بذاره رو پدر مادر. خودش مشکل گرفتاری چک و پدرش داره در میاد ببینم فکر کنه. تا پنجم قوانینش مشخصه. وقتی من بهت میگم زیر 18 سال، بقیهش مثلا یه قانون نوشتیم بالاش 50 تا تبصره زیرش چی؟ این شکلی نیست که شما توی بچه رو برداری ببری حالا فلان میکنیم، حالا چنان میکنیم، آخوندی، نمیدونم وزیری، فلانی، میری دختر بچه 17 ساله برمیداری میبری بعد خرش میکنی. چی میفهمه اون؟ همونطور که در تا رأی دادن وارد حزب سیاسی نمیتونه بشه، اجازه رأی دادن وقتی نداره اجازه حرکت سیاسی اصلا نداره. و خیلی چیزای دیگه که این تو هست که من حالا میخوام توضیح بدم سخته. پس بیدینی دین تولید میکنه. دین دارید بیدینی. این کل دعوای ما با این سکولار. سکولار یکی از بازوان تصوفه و نه قانون تصوف. پس عکس تو مدرسه نمیتونن بزنن، مشروب تو مدرسه به هیچی نمیشه مشروب فروخت زیر سن 18 سال و خیلی چیزهای دیگه، سیگار و خیلی چیزهای دیگه که شما شاید مثلا به فکرت مثلا خطور نکنه که مثلا بدونی. تمام بچه ها در مدرسه بیمه بدنشون و ساختار جسمشون با دولته. یعنی اون دفعه بهتون گفتم شوخی گرفتید، این خیلی نکته مهمیه بدونید، گفتم صبحانه اجباریه در مدارس. دو، این حالا بت کنار، هر سال دو بار تمام بچه های مدارس باید چک بشن، چکاپ مثلا ادرار و خون بشن.
و هر بیماری داره دولت باید خوبش کنه. ببین پسری 4 تا دندونش خراب، کلیهش من برای فردا میلیون دلار خرجش کنم، استرس تو سیستمشه، مادرش از پدرش داره جدا میشه، مشکلات داره، این بچه دندونش نتونسته، یک دندان افتاده، برو پیش دندانپزشک، یک دندان افتاده گروه دندانها رو به هم میریزه، بچه‌ای که تو اول راهنمایی که دندوناش بیفته همه دندوناشو خراب میکنه. پس بچه‌ای که توی اول راهنمایی مشکل جسمی پیدا کنه مملکت رو به گن میکشه، من باید میلیون ها دلار خرج کنم تا اینو تربیتش کنم، معتادیشو از بین ببرم، سیستمشو از بین ببرم. پس بچه مال مملکت، بیمه بچه زیر 18 سال این قانونه آقای اپوزیسیون، اینا رو مردم میخوان بدونن، مردم باید بدونن زیر 18 سال یهو بازرس اهل تصوف وارد مدارس میشه، دهنا رو وا میکنه، هر کدوم دهنشون دندوناش پر نشده باشه مدرسه رو میبنده، میگه شما چرا گزارش به دولت ندین که بیان دندون اینو درست کنه، پزشک مخصوص داخل مدرسه رو تنبیه میکنه، بچه باید بیماریاش با دولته که گنده نشه، چش بچه در اول راهنمایی ضعیفه، ولش میکنم تو دبیرستان چشش اصلا دیگه نمیبینه، چقدر خرج کنیم، سردرد، استرس. ببین یه چشم من میخوام توضیح بدم، قانون اساسی تصوف بدیش اینه وقتی میخوام توضیح بدم بعد 50 ساعت برنامه برم. ببین وقتی چش بچه‌ای ضعیفه تو اول راهنمایی سرش درد میگیره، وقتی سرش درد میگیره استرس پیدا میکنه، روانش میریزه به هم، روحیش میریزه به من، بعد 50 ساعت فقط دکتر روانپزشک ببرمش بدون این که بفهمه، اعصابش خراب میشه، سیستم بدنش میریزه به هم، پرخاشگر میشه، قاطی میکنه، صبونه نمیخوره، فوش میده، گیجه، جزوی از جامعه خودش رو نمیبینه، دپرس میشه، استرس های درونی، روحی، روانی. این تو نمیخوای بفهمی، کی میفهمی؟ سعدی رو بفهمی چه عضوی به درد آورد روزگار، وقتی دندونت درد میکنه میفهمی دیگه کباب نمیخوری. هر بیماری که تو بچه زیر 18 سال داشته باشه دولت موظفه. خب آقای اپوزیسیون شما اینو قبول داری؟ همه بچه های ایران زیر 18 سال بیمه دولتی دارن؟ مریضیش با دولته، بچه مال مملکته، مال پدر مادرش نیست. تصوف میگه سگ مثل سگ بچه ما بزرگ میکنه، تا وقتی بچه داریم عاشقشون دوستشون داریم، وقتی که بچه بزرگ شد چشم داشت ازش نداریم که بعدا بگیم 18 سالشه حالا بیا پولاتو بده ما بخوریم. بچه باباش هرچی هست، کردیت بچه کردیت بچه هست. مثل اون اپوزیسیون شیمبلوبلو ما یه سوال ساده کردیم، یارو ناراحت شدین شما، آقا شما میخوای بری اینجا وام بگیری کردیتو چک میکنن که گذشته چیه، بعد یه نفر یهو پیدا میشه از زیر یه سوراخ میاد بیرون واسه من مثلا میگه تظاهرات در روز 16ام، کردیتو چک کنیم، تو اصلا کردیت نداری حاجی، کدوم کردیت داری تو؟ یه بانک مسخره میخوای بری 30,000 دلار بگیری بعد چک بشه، وقت میای اینجا واسه من اپوزیسیون را میندازی؟ کجا چکت کردن؟ کدوم بانک تو رو چک کردن؟ اصلا کجا بودی؟ چی میفهمی؟ سیاسیون این مذهبیون هن، خودشون خدا میدونن، چرا اینا جواب نمیدن؟ چرا اصلا اتحاد برقرار نمیشه هموطن؟ میدونی چرا نمیشه؟ تا وقتی شما پشت ریستار، پشت چالش قانون اساسی ما، پشت برنامه شب بخیران واینسی، اتحاد برقرار نمیشه. میدونی چرا؟ چون هر کدوم از اپوزیسیون ها فکر میکنن رئیسن. اصلا 39 سال اینجوریه، شما بیرون نیستی خبر نداری چه خبره، باهاشون حرف میزنی هیچ کس هیچ چیز قبول نداره، فکر میکنن که خیلی میفهمن، خیلی فهمیدن، بعد میگیم قانون اساسی داریم، میگن نه، میگیم شما پیامی برای ملت داریم نه، میگیم شما اصلا چیزی میفهمید نه، ولی مردم باید نجات بدیم، مردم باید نجات بدیم، میگیم خب چه میخوای حرف بزنی؟ بذار رژیم عوض شه میرسیم اونجا همه رو درست میکنیم. بعد بهش میگم آقا 50 تا کودتا من به شما نشون میدم و تغییر رژیم که هیچ کدومش موفقیت نداشته، چون لحظه‌ای که یک حمله نظامی بشه تمام اپوزیسیون‌های خارج از کشور هموطن زیر سوالن، اگه فردا عربستان به ما حمله کرد و رژیم عوض شد تمام این اپوزیسیون‌هایی که 24 ساعت روزشون رو رفتن واسه خودشون چرخیدن اینها پاسخگو باید باشن. میدونی چرا؟ چون دیگه وقتی رژیم عوض شد 3 گروه سیاسی میزنن همدیگه رو میکشن، یکی حکومت میگیره دستش و دیکتاتوری تولید میشه دوباره. الان وقتشه، الان این اپوزیسیون چیکار میکنه اصلا؟ طول هفته چیکار میکنه؟
بس اینقدر اینو ماچ کنی اونو ماچ کنی، منم چقدر دو ساعت قضا میخواد چیکار میکنی؟ آقا بیان بشینی جلسه بذاریم ببینیم این قانون اساسی چی میخوان بگیم به مردم. پس اینا قانون اساسی که ما اون بالا نوشته شده، یعنی تست خون، تست ادرار، بچه ها اصلا با هیچ شوخی نداریم، اصلا با هیچ شوخی نداریم اینجا. عکس هیچ سیاست مدار و مذهبی تو مدارس نمیخوره، اینا قانون عزیزم، اینا قانونه. عکس رو میزنه رو پول، خون میخوان روانشناسی زیرپوستیه دیگه، اینا مثل لورنس عربستانی تبلیغات میکنن دیگه، عکس یه رو زده رو پول. ما خیام و فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی داریم، از عکس شاه برندو، عکس رهبر کرندو، سابقه چیه تو کی؟ اصلا عکس تو میزنی رو پول بین المللی، پول ملی، با اجازه کی میزنی تو؟ از اینجا شروع میشه. عکس یک آدم اگر از یه تمر بیشتر شد، اینو سیاستمدارای بزرگ تاریخ گفتن، دیکتاتوری اون کشور. خب پس اگر اینا قبول نشه، شما رو هوایی. شما باید، مردم ایران باید بدونید که بسیار زمان کمه، و باید بدونید که همه اپوزیسیون‌های سیاسی باید پاسخگو باشن، و باید بدونی که سیاستمدار دنبال زن توه، پول توه، خاک توه، عین دینداران. به هیچ کدوم از سیاستمداران نباید اطمینان کرد، باید سیاستمدارها را در چنته خودت بگیری، کنترلشون کنی. سیاستمدار یعنی میره اون بالا میشینه، قدرت و پول میاد دستش و بعد دیکتاتوری به وجود میاره و حمله میکنه، پولاتو میخوره. اینو تو باید بفهمی. پس همه سیاستمدارا باید پاسخگو باشند. پاسخگو یعنی چی؟ یعنی ما الان مثلا به مناتو میگیم چرا ویدئوی ما رو ورداشتی؟ هنوز قدرتی ندارن سلطنت طلبا، بعد پاسخگو نیست. هنوز هیچی نشده، حملهشون به ما شده، وای به حال بقیه. سواله، این سواله. آقایون اصلاح طلب باید بدونن اینو. الان مثلا میگم، مثلا سلطنت طلب ها با مصدقی ها درگیرن، پس ما حتما حزب مصدقی باید داشته باشیم، نه حزب مصدقی مثلا حزب ملی، یا حزب مثلا مثل همین مثلا آدم هایی که اصلاح طلب های خوب جامعهمون هستن که الان همه در بدرن یا فرار کردن یا کشته شدن و اینا، یا تو زندان بودن. اینا یه حزب باید تشکیل بدن. یه آدمی مثل اوسانلو، اینا باید بیان بلندشن با چند نفر حزب کارگری تشکیل بدن. اصلا کارگرا حزب نداشته باشن، بهشون تجاوز، مثلا به کارگر داره تجاوز میشه در جهان. خب اینا هیچ کدوم از اپوزیسیون هم دیگه قبول ندارن. راه این که این اپوزیسیون ها متحد بشن اینه که شما بیای بگی آقا این 22 قانونی که حسینی داره میگه ما قبول داریم، یعنی بپیوندی به این 30 میلیون. تو اسلحه باید داشته باشی تا یه کسی نتونه تو کشور پلیسش بیا پدرتو در بیاره. اصلا ما یه روز داریم به نام روز تصوف در آید. اینم بهتون بگم که بعد میخوام یه جمله‌ای بهتون بگم تمام کنم برنامه رو. فعلا قسمت اول. ما یه روزی داریم در آینده تصوف، امپراتوری تصوف، به نام روز تصوف و عرفان. در اون روز تمام مردم میان تو خیابون جشن. پلیسی با لباس پلیسی اونجا نمیتونیم ببینیم. هیچ پلیسی باتومی، اسلحه‌ای، فلفلی، گاز فلفلی نمیتونه داشته باشه. فقط نیروی هوایی، زمینی و دریایی ارتش در اصل و گارد ویژه در پادگان‌ها، مکان‌های نظامی مراقبن که کشور حمله بهش نشه از بیرون. اسم این روز، روز صلح، روز تصوف و عرفانه. در این روز دست به اسلحه کسی ببره، سنگین‌ترین مجازات در طول تاریخ انجام خواهد شد. اون روز روزیه که مردم میان تو خیابون هر چی دل تنگشون میخواد میگن، و پلیس ها لباس عادی کچلوار میپوشن، در کنار مردم حرکت میکنن، رو بازوشون فقط مینویسن انتظاماتی ما، بدونن که آقا این کچلوار تنشه پلیسی است که مثل مردم داره میاد تو خیابون. هیچ باتومی، چاقویی تو خیابون گرفته بشه پدر اون آدمو در میاریم. روز صلح یعنی سلاح، همه چی به کنار، مردم میان تو خیابون، وزیرا، وزرا، آدم ها پاسخگو مردمن، رسانه ها
دوربینا رو باید روشن کنن و از شبکهشون به صورت لایو پخش کنن. یعنی دوربین میاد، هر کی اومد حرف بزنه دوربین میذارن جلوش حرف میزنه. بهش میگن روز صلح. اونجا ثابت میکنیم که اونطوری میفهمیم که کشور دیکتاتوری شده یا نه. وزیر لای مردم باشه میفهمیم. نه 22 بهمن که 50 تا بادیگارد دارشه و حرکت میکنه و مردم نمیتونن بیان بیرون. مجوز راهپیمایی در قانون اساسی امپراتوری تصوف ما نداریم. هر کی هر وقت هر لحظه هر زمان هر حزب هر جا هر نقطه دلش خواست مردمو میتونه قیام بده بیان تو خیابون مسالمت آمیز تظاهرات کنه. ما هم وقتی ما میگیم قانون مطبوعات آزاد، مطبوعات آزاد اینا اصلا نمیتونن قوه مقننه و مجریه و قضاییه رو اصلا تفکیک کنن. بابا 600 سال هر نتونستن. این مشروطه اون چرا اون میگه اون اونجوری؟ میدونی چرا؟ چون فرمول داره. اون کوروش الکی نیومده، کوروش هم چیزی سوادی نداشته. کوروش توسط انسان کامل دورش فهمید که چه قوانینی باید بریزه. تفکیک قوا رو باید مشخص کنن، اینا نمیتونن انجام بدن. 600 ساله که نتونستن انجام بدن. برای همین کشور متحد نبوده. ولی برو به دوران صفویه شاه اسماعیل ببین چجوری کشور ایران یهو متحد شد، کشور تیک پاره شده. الان هم همون دوره است. مطبوعات رو آزاد کنی، مردم حق حرف دارن. الان مردم حق حرف دارن. تو ما الان تو شبکه من و تو تصویر منو برداشتی، مردم حق حرف دارن. 500,000 تا کامنت رفته زیر بی بی سی جواب نداده. از تو تصوفشه پدرشو در میاریم، بی بی سی رو کمپلت میبندیم فارسیشو. میگی مردم به شما گفتن جواب بده، جواب ندادی. 500,000 تا کامنت اومده. اون وقت مادر خواهر دختر عمه مادر فلانی شلوارش گم شده، بی بی سی میزنه شلوار مادر خواهر دختر عمه فلانی شاید گم شده. ای ملت کجاست این شلوار؟ آره مردم رو خر کردیم. آره که ما سکوت کنیم برسیم اونجا و پدر مردم در. پس ما با تمام اپوزیسیون ها دوستیم، دوستشون داریم، آنها را به عنوان یکی از 7 حزب آینده ایران، همشون هم نه، همه اونایی که قوانین اصلی داشته باشن، مثلا قانون اسلحه، قانونه، قانون ورود 18 ساله به مذهب و سیاست قانونه. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، من اپوزیسیونم ولی زیر 18 سال میشه آقا حسینی مثلا تبلیغ مسلمانی کنیم توش. اصلا این آلردی با تصوف و عرفان درگیره، با مولوی و سعدی و حافظ درگیره. هموطن، بچه زیر 18 سال اعدام نداره، کشتار نداره، عقلش هنوز کار نمیکنه، اصلا حق ازدواج نداره، حق دوست پسر دوست دختر شدن فقط با سن خودش داره، بیشتر نداره. شما برو الان در مسیر دخترنه یه بی ام و بردار 4 تاشون سوار بشن. این نامردی نیست واقعا دختر 16 ساله رو سوار بی ام کنی بعد ببری باش نمیدونم چیکار کنی، حامله اش کنی، مشکل دار بشه. نمیتونی شما سوار بی ام بش کنی، یعنی با پول نمیتونی دخترها رو ببری. حقوق به خانم ها یه خانه‌دار در تصوف قانون هم وطن. بعد این از اپوزیشن ها سوال کنی، یعنی خانومی که ازدواج کرد حقوق داره در دولت، یک سوم عرف. آیا اینا رو به تو میدن یا این پولا رو میخوان جمع کنن بدن انگلیس؟ حکومتی که تو پولتو نگیری دزد میشه، دزد شد دیکتاتور میشه دیگه. دزدیده پولاشو باید مراقب کنه. به همین خاطر وقتی من پول نداشته باشم مراقب نمیخوام بذارم، بادیگارد چیزی نمیذارم، بانک درست نمیکنم، جاسوس درست نمیکنم. ببین وقتی تو پولتو نمیگیری، حقتو نمیگیری، دولت آینده حق تو رو میخوره. حالا باید پاسداران، سپاه پاسداران درست کنه مراقب پولاش بشه. حالا باید 400 تا بندازه زندان اوین. ما زندانی سیاسی نداریم در آینده هموطن. برای همین روز صلحو گذاشتیم. همه ایرانی میتونه بیان فوش خارمادر به هر کی مسئولی میخوان بدن بدن، ولی مسئول نمیتونه به مردم فوش بده. پس زندان سیاسی نداریم. یارو اومد تو خیام میگه مرگ بر این حسینی پدر سوخته، باش اشکال نداره. اون روز همه آزادن. ما زندانی سیاسی نمیتونیم داشته باشیم، زندانی مذهبی نداریم. پس فرمول آینده این است که سیاست مدارا ملت رو خر کنن، بگن جدایی دین از سیاست تا
خودشون و بیدین‌ها دوباره مردم رو گول بزنن پولا رو بخورن. ما میگیم نه، جدایی بیدینی و دینداری از سیاست و سیاست مدارا از سیاست. سیاست این بار دست دانایان است، دست حکومت و امپراتوری تصوف است. باهوش ها باید حکومت کنند. سیاست مداری که خشتکش نمیتونه بکشه بالا، یک چند تا صفحه مجازی رو نتونه کنترل کنه، چجوری میخواد بقیه چیزا رو کنترل کنه؟ ما کلن خط کشیدیم، میگیم تو چی داری برای اینکه بخوای شهردار ایران شی، تهران شی، کرمان شی؟ ما اینو باید ببینیم. و همه ادیان و بیدین ها در آینده ایران اجازه تبلیغ دارن در مکان عبادی خودشون، فقط یک کلمه تروریست بهش اضافه میشه، یعنی تهیج جوان برای کشتن خودش یا دیگری. اگر این اضافه بشه مشکل ساز میشه. و ما هیچ فرقی بین فرقه زاله دین و فرقه زاله بیدینی و فرقه زاله سکولاریسم جدایی فلان و فرقه زاله سیاست نداره فرقی بینشون نمیدیم. ما میخوایم مردم این بار کشور رو بگیرن دستشون. راجع به قوه قضاییه باید صحبت کنیم بعدن. عرضم حضور شما که قوه مقننه، پس ما الان دعوامون سر قوه مقننه است. اپوزیسیون‌ها تو قوه مجریه اصلا حق ندارن با ما درگیرن. نمیشه با ما درگیرن. من واقعا برام تعجبه. ما میگم قانون برای مردم توضیح بدیم تو مقننه. دعوامون هم سر مقننه است و نه سر مجریه. اپوزیسیونی بر کارت بکن، زحمتت بکش. تو اگه دنبال دزدی نباشی خب چش کار شهردار میشی، بعد ساعت 6 صبح بلند شی تا ساعت 5 بعد از ظهر بدوی، یه حقوقی هم داره میگیری، برای چی اینقدر ناراحتی؟ مگر اینکه هدفت اینه که اونجا تعرفه فلان میدی، اونجا هوا بفروشی، اونجا نمیدونم فلان کنی، پولای هنگفته، خب بعد یواشش بعد بادیگارد بذاری، مراقب باشی، صندوقتو بعد محکم‌تر کنی، قوی‌تر کنی که نتونن پولاتو بدزدن. بعد حالا اگه رسیدی به اون زنگ بزنی اونو بکشه، اونو بکشه. شوخی کردی حاجی، شوخی کردی. هنوز موضوع رو نفهمیدم. من یه دونه دو بیتی بسیار زیبا براتون بخونم، 8 بار خوندم ولی نفهمیدین. چون زمستان پنجمین بگذشت، ششمین خوش بهار میبینم. غم مخور زان که من در این تشویش خورمی، وصل یار میبینم. پادشاهی تمام دانایی، سروری با وقار میبینم. هر کجا رو نهد به فضل الله، دشمنش خاکسار میبینم. آلردی عرفان و تصوف اعلام شده در حکومت آینده، و بخوای یا نخوای. خود را باش حاجی، خود را باش. مرسی که این برنامه رو گوش کردید. بدرود. ساتی من همدم و همراه منی، ریشه ظلم و ستم و بختشه از جا بکنی، بختشه دیگه من و تو رد بشیم از تاریکی ها، خافتی هرچی ما رو بود فرقه بودیم به نام و جا. واجه الله و دیگه بختشه با دیدشه نام، نوبت وحدت بشه هرچی بخوای و میشه زایش که میتونه دیگه صد کنه این را خوده ها، دنیا رو آباد میکنیم ما وحدت وجودی ها. داری استاتی من همدم و همراه منی، ریشه ظلم و ستم و وقتشه از جا بکنیم. ما بعد
چه دیده من و تو رد بشیم از کار.